عزیزانم، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدین. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که چاقی میتونه علت بروز بسیاری از سرطان ها باشه. پس با من در این ویدیو همراه باشید و لایک و سابسکرایب کردن ما رو فراموش نکنید. آیا شما هم از جمله افرادی هستید که از چاقی و اضافه وزن زیاد رنج میبرید اما هیچ وقت نمیتونید به خوبی با هر کاهش وزن اراده کنید؟ پس شاید براتون جالب باشه که بدونید چاقی میتونه عامل بروز بسیاری از سرطان ها باشه. در واقع ممکنه علت 9% از تمام سرطان ها به طور مستقیم چاقی باشه. پس امیدوارم بعد از دیدن این ویدیو یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید که با چاقی خدافظی کنید و من این سرطان ها رو برای شما نام میبرم. مورد اول، سرطان معده. چربی اضافی بدن میتواند منجر به التهاب مزمن شود، به خصوص در مجرای گوارشی. با توجه به ارتباطی که چاقی با سرطان مری دارد، ارتباط بین سرطان معده و چاقی نیز تعجب آور نیست. التهاب مزمن که میتواند به وسیله چاقی تحریک شود، ممکن است منجر به سوزش بیشتر از جانب اسید معده شود که میتواند در نهایت به سرطان معده ختم گردد. مورد دوم، سرطان کبد. چاقی میتواند موجب تغییراتی در کبد شود که درست مانند اثر مصرف الکل است. چاقی خطر بروز سنگ کیسه صفرا را افزایش میدهد. داشتن سنگ کیسه صفرا خطر ابتلا به سرطان کیسه صفرا را بالا میبرد. در این حالت ما با چیزی شبیه به مکانیسم سیروز کبد که منجر به سرطان میشود میمیریم. اما این نوشیدن الکل نیست که آسیب ایجاد میکند، بلکه چاقی خودش چربی کبد را تغییر میدهد که به آن بیماری کبد به غیر الکلی میگویند. مورد سوم، سرطان کیسه صفرا. چاقی خطر بروز سنگ کیسه صفرا را افزایش میدهد. سنگ صفرا رسوب کم کلسترول است که میتواند باعث التهاب کیسه صفرا گردد و به نظر میرسد داشتن سنگ کیسه صفرا خطر ابتلا به سرطان کیسه صفرا را بالا میبرد. مورد پنجم، سرطان پانکراس. ما میدانیم که چاقی میتواند فرآیند تولید انسولین را تضعیف نماید. اختلال در فرآیندهای معمول سوخت و ساز بدن ناشی از پانکراس ممکن است به افزایش خطر ابتلا به سرطان لوزون معده ختم شود. مورد ششم، سرطان تخمدان. سلول های چربی هورمون استروژن تولید می کنند و به نظر می رسد استروژن اضافی مقصر اصلی ابتلا به سرطان سینه و سرطان رحم در زنان سنگین وزن است. ظاهر از سرطان تخمدان نیز مانند این دو بیماری به وسیله افزایش سطح این هورمون و التهابات ناشی از چاقی رخ می دهد. مورد هفتم، مننژیوم. بسیاری از تومورهایی که از مننژ رشد میکنند که مننژ بافت نازکی است که مغز و نخاع را میپوشاند در واقع غیر سرطانی هستند. اطلاعات کمی در مورد آنچه که باعث ایجاد این تومورها و آنچه که موجب سرطانی شدن آنها میشود در دسترس است، اما هورمونهای اضافی تولید شده توسط سلولهای چربی احتمالا در این رابطه نقش ایفا میکنند. مورد هشتم، سرطان تیروئید. باز هم تولید اضافی یا عدم تولید هورمون در اینجا مورد توجه است، اما با افزایش وزن تیروئید نیز اندازه خود را افزایش می‌دهد. بزرگ شدن تیروئید شانس بروز جهش‌های ژنی و سرطانی شدن را بالا می‌برد. مورد نهم، مولتیپل میلوما یا میلوم چندگانه. التهاب مزمن در اینجا نیز نقش دارد. چاقی احتمالاً پروسه التهابی را تحریک می‌کند که موجب به افزایش تغییر سلول‌های مغز استخوان و میلوم متعدد خواهد شد. مرسی که با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.